آمار بالای پوکی استخوان در جهان. اگه دوست داری علت‌ها و درمان‌هاشو بدونین با من همراه باشین. استخوان‌ها تشکیل شده از کلسیم، پتاسیم، ویتامین دی و کلاً عناصر معدنی. اگه ما بخوام آناتومی استخوان رو بگیم، استخوان‌ها از داخل خالی هستن، به صورت اسفنجی و حفره مانندن. این شگفتی رو میرسونه که به خاطر این اسفنجی و تو خالی بودنش، استخوان‌ها سبک و محکمه و وزن بدن رو راحت‌تر میتونه تحمل کنه. نقش‌های خیلی زیادی تو بدن دارن. بعضی‌های استخوان‌ها نقش حفاظتی دارن، مثل جمجمه که از مغز محافظت می‌کنن، بعضی از استخوان‌ها مثل قفسه سینه که از قلب و ریه محافظت می‌کنن. استخوان‌های پا و ران و هر کدوم از استخوان‌ها یه سری کارهایی رو انجام میدن. بعضی از استخوان‌ها خونساز هستن. افرادی که دچار کم‌خونی هستن وقتی میان به ترمیم استخوان‌هاشون می‌پردازن، عناصر معدنی رو تکمیل‌تر استفاده می‌کنن، کم‌خونیشون هم جبران میشه. عوامل خیلی زیادی هستن که باعث پوکی استخوان میشن. اگه کمبود ویتامین دی داشته باشیم، مشکلات هورمونی داشته باشیم، اگه عادت داریم که هرس میخوریم و هرس میدیم، بدن خودمون رو مستعد پوکی استخوان کردیم. اون چیزی که استخوان‌های ما رو محکم نگه میداره و باعث استحکام استخوان میشه کلسیم هستش. کلسیم رو تو طبیعت بهش آهک میگن. تا حالا فکر کردین چرا تو ساختمون سازی برای محکم شدن ساختمون‌ها تو پی ساختمون آهک میریزن؟ چرا گل نمیریزن؟ به خاطر اینکه گل به مرور نشست میکنه ولی آهک نشست نمیکنه. تو بدن ما هم به همین شکله. هر چیزی که باعث جذب ناکافی کلسیم تو بدن بشه و جدا شدن کلسیم از بدن بشه، استخوان‌های ما رو دچار مشکل میکنه. خوردن چای سیاه در حد افراط، قهوه، نسکافه، مرغ، گوشت گاو و کلن هرس خوردن، هرس دادن باعث میشه کلسیم از استخوان‌ها جدا بشه و استخوان‌ها رو دچار نرمی بکنه. اینجاست که فرد با کوچکترین تمرین ورزشی یا با حرکتی دچار شکستگی لگن و شکستگی های سنگین میشه و این به خاطر کمبود همون کلسیم هستش. متاسفانه امروزه اون چیزی که خیلی رایج هست زندگی آپارتمان نشینی هست و همین باعث شده اکثر افراد جامعه دچار کمبود ویتامین دی باشن، که کمبود ویتامین دی عوارض خیلی زیادی رو به جا میذاره. یکی از عوارضی که به جا میذاره کمبود نشاط هست. یعنی نشاط از فرد میگیره و فرد رو دچار افسردگی میکنه. به صورت تیتروار میخوایم درمان پوکی استخوان براتون بگیم. روزانه 20 دقیقه حمام آفتاب یا پیاده روی در آفتاب ملایم. خوردن روزانه چند عدد انجیر خشک یا اینکه یک عدد انجیر 7 عدد زیتون. این دوتا مکمل هم هستن و جذب و بالاتر میبرن. انجیر خشک سرشار از کلسیومه و به راحتی کمبود کلسیوم تو بدن جبران میکنه. اگه دچار یبوست هستی فقط کافیه که چند تا دونه انجیر خشک رو داخل گلاب بذارید و صبح ناشتا میل کنید تا هم یبوستتون برطرف بشه و هم استخوان‌هاتون مستحکم تر بشه. خوردن نخود به صورت روزانه. شما میتونید نخود رو به صورت خورش درست کنید و حتما میل کنید. این کار هم کمردردهای شما، پادردهای شما رو به خوبی درمان میکنه. سرشار از کلسیم و پتاسیم هست و ویتامین دی هم به اندازه کافی داره. یک غذای مقوی و مغذی برای انواع مشکلات استخوانی. استفاده از آرد جوانه گندم بسیار مغذی، تمام ریز مغذی ها رو داره و به جذب عناصر معدنی تو بدن کمک میکنه. شما میتونید به صورت خالی استفاده کنین، میتونین داخل آب میوهاتون بریزین، میتونین داخل سوپ بریزین میل کنین تا کمبود ریز مغذی هاتون تو بدن جبران بشه. برای جذب بهتر کلسیم چقدر خوبه که ما هر روز خرما استفاده کنیم. اگه میخواین روش درست خرما خوردن رو بدونید، بهترین حالتش اینه که ما میتونیم خرما رو به صورت خالی با یه پیشدستی کنجد، یعنی خرما رو داخل کنجد غلت بدیم و شبانگاه میل کنیم. به این صورت خوردن خرما میتونه کمبود ویتامین دی رو جبران میکنه. بهترین زمان کلسیم تو بدن شب هست. یعنی شما اگه میخواین غذاهای کلسیم دار استفاده کنیم، بهتر که سمت شب استفاده کنین، چون گفته میشه شب برای بازسازی بدن هست، صبح برای تولید انرژی و شب برای بازسازی بدن هست. پس شما غذاهای کلسیم دار مثل انجیر، نخود، خرما و کلن تمام مواد غذایی که حامل کلسیم هستن رو شب استفاده کنید، بهترین بهره رو بردین.
برای حمایت از ما این ویدیو رو ذخیره کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن.